دو ساعت دور در برام خدای رنگین کمان اورا هستم با چشمانداز هفتگی بازارهای مالی در هفته 24 سال 2024. برای اینکه هفته پیش رو رو بررسی کنیم، اجازه بدید ابتدا یک نگاهی داشته باشیم، گریزی بزنیم به هفته گذشته، در هفته گذشته اتفاقاتی که افتاد، و بعد بریم ببینیم که در هفته پیش رو باید انتظار چه چیزی رو از بازارهای مالی داشته باشیم. هفته گذشته به صورت کلی داده هایی که ما داشتیم، مهمترین داده هایی که داشتیم، داده های شاخص مدیران خرید بود که هم از بخش تولید هم از بخش خدمات منتشر شد در اکثر اقتصادهای توسعه یافته، که تقریبا در همه اینها، یعنی در اکثرشون، هم نشون دهنده این بود که بخش تولید دوباره ضعیف شده، چه در اروپا چه در امریکا، و این یک مقدار نگرانی های از رشد اقتصادی رو برد بالاتر، که خود همین هم باعث شد که ما چشم انداز اینو داشته باشیم که خب بانک مرکزی در ایالات متحده نرخ بهره رو کاهش خواهد داد و احتمالش بیشتر میشه، که باعث رشد بازارهای سهام در اوایل هفته هم شد. از اون طرف دیگر داده مهمی که داشتیم نشست بانک مرکزی، جلسه تصمیم گیری سیاست های پولی بانک مرکزی در کانادا و ایالات متحده بود، که هر دو در کانادا و حوزه یورو بود، که هر دو اینا نرخ بهره 25% کاهش دادن و شروع کردن این روند کاهش نرخ بهره رو، که باعث شد که در واقع حالا یه مقدار بازارها یه دیدگاه بازار سهام دیدگاه تقریبا مثبت نسبت به این مسئله داشته باشن و یورو هم تا حدی تضعیف بشه در برابر سایر ارزها، همونطور که دلار کانادا شد. اما در انتها در روز آخر هفته هم دادای اشتغال ایالات متحده داشتیم، یا همون NFP، دادای اشتغال بخش غیر کشاورزی، که خب دادا تا حدی نسبتا بهتر بودن به صورت عموم، ولی وقتی به جزئیات دادا نگاه میکنیم چندان هم دلچسب نبودن، چون درسته که NFP بیشتر شد، یعنی تعداد شغل ایجاد شده بیشتر از پیش بینی بود، اما نرخ بیکاری هم به 4% افزایش پیدا کرد، و از اون طرف میانگین درآمدی هم افزایش پیدا کرد، که خود همینا باعث نگرانی از تورم میشه، و در کل داده‌ها دادای چندان دلچسبی نبود، خوب بود ولی چندان دلچسب نبود. اما در هفته پیش رو، مهمترین اتفاقی که ما باید بهش نگاه کنیم در ایالات متحده، اول از ایالات متحده شروع کنیم، در ایالات متحده داده های روز سه شنبه و چهارشنبه تورم هست، روز چهارشنبه و پنجشنبه تورم هست، و نشست بانک مرکزی در روز سه شنبه و چهارشنبه. تورم رو من بگم بعد بریم نشست بانک مرکزی ایالات متحده نگاه کنیم. تورم عمومی پیش بینی میشه که به صورت 2% ماهانه رشد کنه، و تورم این روز چهارشنبه قرار منتشر بشه قبل از جلسه بانک مرکزی. تورم عمومی قرار 2% ماهانه منتشر بشه و در همون 3.4% سالانه حفظ بشه، اما تورم سرفصل، تورم هسته، قراره که رشد 3% داشته باشه و از اون 3.6% ماه قبل یه مقدار کاهش داشته باشه. این پیش بینی بازار هاست. احتمال اینکه همین عددها رو داشته باشیم و یا یه مقدار بیشتر، بیشتر از احتمالیه که این عددها رو داشته باشه و یا مقدار کمتر. پس احتمال اینکه رشد تورم رو شاهد باشیم بیشتر از احتمالی که کاهش تورم رو شاهد باشیم، چون در اکثر اقتصادهای این اتفاق افتاد، در اروپا هم این اتفاق افتاد، در کانادا هم این اتفاق افتاد، در چین هم این اتفاق افتاد، در ژاپن هم این اتفاق افتاد. پس امریکا هم تافته جدا از بافته نیستش، احتمال اینکه این اتفاق در امریکا هم بیفته وجود دارد، احتمالش بیشتره. روز بعدش هم تورم تولید کننده داریم که همونطور که تورم تولید کننده در دیگر جا کاهش پیدا کرده، احتمالا در ایالات متحده هم تورم تولید کننده کاهش پیدا خواهد کرد، که اینم روز چهارشنبه داریم. اما تمرکز در ایالات متحده روی تصمیم گیری بانک مرکزی و بانک مرکزی، جلسه بانک مرکزی ایالات متحده هم فدرال رزرو روز سه‌شنبه شروع میشه، چهارشنبه تمام میشه، به وقت ایران ساعت 9 شب نرخ بهره اعلام میشه، که پیش بینی میشه هیچ تغییری ایجاد نشه. اما چرا این اصلا مهم هستش با اینکه حالا نرخ بهره اعلام میشه، اما چرا اصلا مهمه؟ نکتهش چیه که ما قرار نرخ بهره رو میدونیم که تغییر پیدا نمیکنه، یعنی با اینکه نرخ بهرهش تغییر پیدا نمیکنه و ما هم نسبت به این مسئله تقریبا اعتماد داریم، یعنی الان جلسه ای که 12 برگزار میشه میبینیم که 97.8%، یعنی تقریبا قریب اتفاق 100% میتونیم بگیم احتمالی که تغییر نکنه بسیار بسیار زیاد، یعنی خیلی تغییر نخواهد کرد نرخ بهره، حتی خیلی کم هم احتمال نداره. این عدم کاهش نرخ بهره که قطعیه، پس چه چیزی باعث میشه که ما در واقع نگاهمون نسبت به این جلسه مهم باشه؟ این دات پلات ها و سخنرانی است. ببینید چشم انداز های تورم و نرخ بهره در 3 ماه آینده، در 1 سال آینده، در 6 ماه آینده، سال آینده، اینها و رشد اقتصادی که بهش میگن دات پلات، که به صورت نقطه‌ای برآورد میشه، نقطه یه جدولی که یه سری اعداد داره، زیر هر کدومی که اعضای بانک مرکزی
فکر میکنن احتمال داد میشه اتفاق بیفته، یه دات میذارن یه نقطه میذارن که بر اساس اون یه جدول شکل میگیره، بهش میگن دات پلات. این مسئله چیزیه که در واقع این اون اتفاقیه که در واقع مهمه و باید بهش توجه بکنیم که چشم انداز از بانک مرکزی نسبت به وضعیت تورم و نرخ بهره چه خواهد بود و جلسه مطبوعاتی آقای پاول بعد از این جلسه که مهمه. خارج از ایالات متحده همونطور که هفته قبل بانک مرکزی جلسه داشتن، این هفته هم بانک مرکزی مهمی جلسه دارن. ما هفته قبل میگم که بانک مرکزی روسیه هم نرخ جلسه تصمیم گیری نرخ بهره داشت که در 16% ثابت نگه داشت. هفته قبل از اون جلسه بانک مرکزی ترکیه داشتیم، نرخ بهره ثابت نگه داشت در 50%. هفته قبل از اون بانک مرکزی سوئیس داشتیم که 25% نرخ بهره رو کاهش داد. فردا میگم فردا این هفته بانک مرکزی ایالات متحده و بانک مرکزی ژاپن رو داریم. ژاپن هم قراره که نرخ بهره 25% میگم ژاپن هم قراره نرخ بهره ثابت نگهداریش، تغییری در تصمیم گیری نرخ بهره ایجاد نشه. اما ضعفی رو که ما در ژاپن داریم، در ین ژاپن داریم، به نوع دیگه جبران میشه. احتمالاً میزان خرید اوراق قرضه رو ایالات ژاپن کاهش میده، اون یعنی میزان اوراق قرضه، سیاستاش در اوراق قرضه تغییر تحولاتی میده که احتمالاً اون باعث بشه که ین تا حدی حمایت بشه. خارج از ایالات متحده در بریتانیا این هفته دادهای مهمی داریم. دادهای تولید ناخالص داخلی رو از بریتانیا داریم و دادهای بازار کار رو داریم. در بریتانیا کلا تراز تجاری هستش. بریتانیا این هفته هفته مهمی خواهد داشت. میانگین بیکاری، نرخ بیکاری قراره که در 4.3% احتمالا ثابت بمونه، بین 4.3-4.4% خواهد بود. میان جی دی پی بریتانیا رو داریم که اونم قراره منتشر بشه که پیش بینی میشه که جی دی پی ماهانه پیش بینی میشه که یک رشد 3% خیلی ضعیفی داشته باشیم که باعث بشه که نرخ رشد سالانه از -2.5% به -1.8% کاهش پیدا بکنه، یعنی در وضعیت بد بهتر بشه. جی دی پیش کجا بود؟ اون جی دی پی ماهانه، من قاطی کردم عدد رو، این مقدار عدد رو قاطی کردم، این مقدار جی دی پی حالا پیدا میکنم. جی دی پی ماهانه بریتانیا رو قرار داشته باشیم. از اون طرف دادای مختلف، حالا این جدولش رو پیدا کنم براتون میگم. در این از بریتانیا است، در بریتانیا اینا رو داریم. به صورت کلی دادایی که این هفته ما از بریتانیا انتظار داریم تا حدی میتونه تایید کننده این باشه که بانک مرکزی بریتانیا هم در جلسه بعدی خودش نرخ بهره رو 25% کاهش بده. ترن دو هفته قبل بانک مرکزی نرخ بهره رو ثابت نگه داشت، 3 هفته بعد جلسه داره در ابتدای ماه جولای و پیش بینی میشه که اونجا نرخ بهره 25% کاهش بده. در دیگر جاها ما در اروپا چیز مهمی در اروپا نداریم. اروپا این هفته خلوتی داره، هفته شلوغی این هفته نداره. نه در اروپا هفته زیاد زیاد شلوغی رو نداریم. شاید از کشور اروپا قرار نرخ تورمشون اعلام کنن، ولی به صورت کلی اروپا هفته خلوتی خواهد داشت. در استرالیا هم جلسه جلسه دادهای بازار کار رو خواهیم داشت. اما یه داده مهم که در چین داریم، داده تورم چین ره. تورم چین هم قراره که 3% ماهانه رشد کنه. این رشد تورم 3% ماهانه که حالا من عددا رو جی دی پی اینجاست، جی دی پی هم اینجاست، حالا اینجا ننوشته ها، اون رشد 3% جی دی پی بریتانیا هم اینجاست، حالا اینجا 14% محقق جلسه رشد داشته، پیش بینی میشه که این ماه 3% رشد داشته باشه در ماه آپریل. در مورد تورم در چین داشتم گفتم که تورم چین قراره که 3% رشد داشته باشه. ما میدونیم که تورم چین اگر ما بریم روی چارت داده جزئی تر نگاه کنیم، که تورم چین مدت هاست تو وضعیت -0.1، -0.8، -2، 0، تو محدوده منفی و یا 0 در محدوده یا 0 یا منفی. بسیار این تورم منفی در چین نگرانی های زیادی ایجاد کرده و پیش بینی میشه با توجه به سیاست هایی که اعضای بانک مرکزی و دولت داشتن، این تورم کم کم شروع بکنه به رشد کردن و این مقدار تورم مثبت بشه. اینا در مورد چین. با توجه به این داده هایی که داریم، اگر بخوایم جدول رو نگاه کنیم، چارت رو نگاه کنیم، ببینیم که در چارت چه خبره. چارت ها
این چارت رمز ارزها است. در مورد رمز ارزها من بگم که پیش بینی ها برای رمز ارزهای پیش بینی هایی که یه مقدار متضاد به ETF های اتریوم قرار منتشر بشه، واکنش بازار به انتشار ETF های اسپات اتریوم چه خواهد شد؟ نمیدونم اگه خاطرتون باشه بیت کوین وقتی ETF هاش منتشر شد قبل از اینکه واکنش مثبت نشون بده ابتدا واکنش منفی نشون داد. جی پی مورگان هم پیش بینیش اینه که این واکنش منفی هم برای بیت کوین، حالا واکنش اتریوم که منتشر بشه، هم در چارت اتریوم هم در چارت بیت کوین احتمالاً ابتدا شاید یک واکنش منفی باشیم، چون جذب سرمایه احتمالاً اونقدری نکنه، ولی شاید اینکه بعدا دچار روند مثبت بشه یا نه یک سوال دیگه است که بعدا در مورد صحبت کنیم. احتمال که جی پی مورگان احتمال میده اونطور که انتشار ETF های بیت کوین برای بیت کوین خبر خوبی در ابتدا نبود و در انتها و در ادامه ولی بود، احتمالاً در برای اتریوم هم همین اتفاق بیفته. در دیگر جاها بازار ارزها اینا کنیم، دلار ایالات متحده بعد از دادهای قوی اشتغال تقویت شد. این هفته جلسه بانک مرکزی قطعا در مرکز توجه قرار خواهد داشت. احتمالا ما تا روز چهارشنبه بعد از ظهر، یعنی دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه تا بعد از ظهر تا قبل از نشست بانک مرکزی، دلار تو همین محدوده تقویت، تو همین محدوده بالاتر از 104.60 105 تو این محدوده ها ببینیم. هفته ابتدای هفته یه مقدار تضعیف خواهد شد، خیلی کم ولی نه سقوط نه، احتمالاً مقدار تضعیف میشه و منتظر جلسه بانک مرکزی خواهیم بود. ولی به صورت کلی دلار همچنان در وضعیت مثبت بعد جلسه با توجه به جلسه نتایج جلسه بانک مرکزی نگاه خواهیم کرد. ولی به صورت کلی پیش بینی میشه که مثبت باشه. در مورد بازار سهام اس ام پی 500 اگر به زیر 5300 بشکنه روند نزولی شروع میشه. با توجه به جلسه که بانک مرکزی امتداد که از بانک مرکزی ایالات متحده و دادای تورمی داریم، احتمال کاهشش دوباره بیاد به زیر 5300 تا بیشتره. این از این نظر داده تکنیکال هم تقریبا همینو میگه. اس ام پی 500 آر اس آی زیر 50 اومده، او بی وی داره کاهش پیدا میکنه، غیر هر حال که قیمت هم داره کاهش پیدا میکنه. اینها نشانهایی که احتمال داره اس ام پی 500 روندش یه مقدار برگرده به روند نزولی، به خصوص اگر بشکنه زیر 5300 و بعدش هم 5000 در واقع 5330 و بعدش هم 5300 اگر زیر این بشکنه روند نزولی میتونه زیر 5300 شروع بشه. این کلیت ها در مورد نفت من بگم. در مورد نفت این هفته پیش رو هفته بسیار مهمی برای نفت. ما گزارش سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده داریم، داریم سازمان بین المللی انرژی رو داریم، گزارش هفته ماهانه اوپک رو هم داریم. هفته بسیار مهمیه، کلی گزارش داریم که خود همین گزارش ها میتونن تو قیمت نفت مثلا تو مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بذارن. چشم انداز ها و پیش بینی هایی رو به ما میگن که میزان عرضه و تقاضا رو هم مشخص خواهد کرد. این کلیت اتفاقات هفته پیش رو و با توجه به این داده ها و با توجه به اتفاقات از بازار مالی داریم، چشمانداز برای روند صعودی بازار نفت چشمانداز چندان مثبتی نیست، ولی اعداد و شرایط هم طوری نیست که بخواد از بازار نفت در واقع حمایت نکنه، از قیمت‌ها بخواد کاهش پیدا بکنه. روز یکشنبه ما جلسه با اوپک رو داشتیم. دوشنبه بازار یک اشتباه برداشتی داشت از نشست و بیانیه، باعث شد که قیمت نفت کاهش پیدا بکنه. این که از ماه اکتبر به بعد احتمال کاهش نرخ بهره نرخ کاهش ارزه رو بردارن روسیه و چیز روسیه و عربستان سعودی، این برداشت اشتباه بود. روسیه و عربستان سعودی گفتن که اگر ما شاهد این باشیم که میزان درخواست و درخواست بازار برای نفت افزایش پیدا بکند، ما احتمال داره که میزان عرضه رو کم بکنیم، میزان اون کاهش عرضه رو کم 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 بکنیم و کاهش عرضه نداشته باشیم. اما اگر میزان تقاضا در بازار تقویت نشه، اون کاهش عرضه ادامه پیدا خواهد کرد. این هم در مورد بازار نفت و انرژی. حالا بازم اگر سوالی داشتید در مورد این مسائل و یا هر کدوم مسائل در هفته پیش رو از زیر همین ویدیو چه در اینستاگرام چه در یوتیوب بنویسید، سعی می‌کنیم در اولین فرصت برگردیم و به سوالات شما پاسخ بدیم. تا هفته آینده خدا رو نگهدارتون.